عزت‌الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، روز جمعه در 94 سالگی درگذشت و بدین ترتیب واپسین پرده نقش‌آفرینی او بعد از بیش از 6 دهه رقم خورد. عزت‌الله انتظامی بعد از انقلاب سال 57 در ایران ماند و تأکید می‌کرد که به باور او جایگاه هنرمند ورای تغییرات زمانه است. نکته‌ای که درباره درگذشت این چهره هنری در شبکه‌های اجتماعی مشهوده اینه که کاربران اغلب فارغ از گرایش‌های معمول از عزت‌الله انتظامی یاد کردند. حسام‌الدین قاموس مقدم خبرنگار اما این تصویر رو یادآوری کرده و از قول آقای انتظامی نقل قولی رو نوشته: صندلی که روی آن نشسته بودم یکوری شد و به زمین افتادم. فقط سعی می کردم به زحمت پاهای جراحی شده ام را حفظ کنم که لگد نخورند و له نشوم. ناگهان اطرافمان پر شد از دوربین های عکاسی. عکسشان را که گرفتند محل را ترک کردند و من همانجا ماندم. اشاره ایست به زمانی که محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی او را به وزارت کشور برده بودند برای تبلیغ. اما کاربر دیگری نوشته است: بخشی از هویت فرهنگی ایران رفت. فراموش نمی کنم جمع‌آوری کمک‌های نقدی از بازار تهران رو واسه ساخت مدرسه برای بچه‌های افغان. حرفش با چشم اشکبار یادم نمیره. اینها مثل ما فارسی حرف می‌زنند. همین جمله کافی بود تا برای همیشه مفهوم جدیدی از مرز و میهن در ذهنم شکل بگیره. اما کاربر دیگری به نام بهارین نوشته است: اینکه عزت‌الله انتظامی در این شرایط فوت کرده، حتی نمیتونم بگم روح شاد یا تسلیت بگم، چون اونی که مرده و ناشاده به باور او زنده های ایرانند. کاربر دیگری هم این نقل قول از مسعود کیمیایی رو منتشر کرده که گویا زمانی گفته بود آقای انتظامی مثل تکه‌ای از تخت جمشید است. و در نهایت پیمان حقانی کارگردان هم در اینستاگرام نوشته: آقای انتظامی از اون نمونه هایی است که هوشمندانه زندگی کرد و با آگاهی و استقلال پیش رفت و امروز با رفتنش قوقایی به پا کرد. درست اینه بودنش. کسی که فقط فیلم خوب یا متفاوت بازی کرد و هرگز خودش رو بی دلیل تکرار نکرد و همیشه میگفت چون هنر جایگاه ویژه‌ای داره نباید به بهانه نداری توش هر کاری کرد. برای درجه یک بودن باید درجه یک باشی و درجه یک زندگی کنی. درست اینه آقای انتظامی.